مرد پولداره. انگامی که وفات میکنه برای فرزندش وصیت نوشته میکنه و برش میگه که فرزندم، ارگو ما وفات کردم و غسلم دادی و تکفین که میکردی قبل از اینکه بپیچانی مرا در متکه، اما جرابای ما که این میگه از پایم کشیدم، اینی جرابا را بعد از او در پایم بکن و این وصیت ماست برای تو. پدر وفات میکند، شستشویش خلاص میشود. انگامی که ایره میپیشن در کفن، فرزند میگه برای کسی که غسلش داده، میگه که این جرابا را هم با پای پدرم بکن. و اون نفر میگه که ایره کمکار را ما قبلا ندیدیم، بنان این صحیح نیست، ما این اجازه زیرا ندارم. وقتی که پای خود را قایم میکند، طبیعی که آواز بلند میشود، عالمی هم حاضر میشود که برش گفته میشود که این تو یک وصیت ای کرده و ما باید این جرابا را در پای پدر خود بکنم، و عالم هم میگه که اجازه را ندارد. بعد وقتی که کمک دیگرا هم حاضر میشود، پدر به یکی از دوستایش خط را نوشته کرده بود، وصیت نامه را نوشته کرده بود و گفت که ایرا در مابین امی جماعت بخوام و فرزندم باید بشنود. به او نوشته کرده بود که فرزند عزیزم، چقدر مال را جمع کردم، شب و روز پشت دارایی دویدم، نه رخصتی را شناختم و نه وقت کار را، شب و روز برای اینکه صاحب زمین شوم، صاحب پول شوم، صاحب خانه شوم، این کارا را کردم و عملا تو میبینی که چقدر زیاد زمین دارم، چقدر پولی انگف را برای تو گذاشتم. در عمق سرمایه ایم که جوانی خود را در سفیدی برش تبدیل کردم و چیزایی گفتم که نباید میگفتم، چیزایی را دیدم که نباید میدیدم، جایایی رفتم که نباید میرفتم، این کلش را صورت دادم. در اخیر از اق دارایی خود فقط خواستم یک جراب کنه او را در پایم بکنی. تو دیدی که با مخالفت روبرو شدی و امور کسی برای تو اجازه نداد و گفت که ایره هم دفایت کرده نمیتونی، و اکنون پدرت بدون می سرمایه و بدون ازیمان تنها در یک کفن سفید در خاک گذاشته می شود، هیچ چیز هم امرای خود برده نمیتوند. پس یک تجربه تلخ را من کردم که بارها می خواستم کمک بکنم و می تانستم زیاد کمک بکنم ولی کم کمک کردم. بس اوقات می خواستم کمک بکنم و خود را فریب می دانم که این نفر خود دروغ می گوید. بس اوقات کمک می کردم باز می گویم که این نفر خود درست او را تقسیم نمی کند. بس اوقات دلم می خواست که کمک بکنم، باز بر خود می گویم به کلام روز دیگه می کنم. به همی اشکال خود را فریب دادم، فریب دادم زمانهای خوبی، مکانهای خوبی، فرصتهای خوبی در انفاق فی سبیل الله را از دست دادم. با تأسف امروز دست خالی می رم. یک وقت نشود که این تجربه مرا تو بکنی و به همین تجربه تو هم گرفتار شوی.